عزیزان سلام با برنامه تحلیلی دیدگاه در خدمت شما هستیم از روزی که مقامات دولت چین به طور رسمی خبر شیوع ویروس کرونا را تایید کردند تا به امروز بیش از 600 نفر از مبتلایان به این بیماری جان خود را از دست دادند. همچنین هر روز که میگذرد بر تعداد مبتلایان و جانبختگان این بیماری واگیردار افزوده می شود. از سوی دیگر، علا رقم تدابیر اندیشیده شده، تعداد کشورهایی که ویروس کرونا در آن مشاهده شده نیز هر روز افزایش می ویروسی که ناقلان آن مسافرانی هستند که از چین به آن کشورها آمدند برخی شواهد حاکی از پرد پوشی و برخورد غیر مسئولانه مقامات چینی در مواجهه با این بیماری دارد در گزارشی که شبکه تلویزیونی سی ان پخش کرده گفته شده که در اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه پزشکی به نام لیون لیانگ که در بیمارستان مرکزی شهر ووهان خدمت می کرد با معاینه موارد ابتلای به نوع بیماری شبیه سارس و انجام آزمایشات مربوطه شیوع نوع جدیدی ویروس را به اطلاع همکارانش رسانده است. اما پلیس چین به دکتر لی هشدار داده است که از انتشار چنین اخباری خودداری کند، و در غیر این صورت به تشویش اذهان عمومی متهم خواهد شد و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. قطع به یقین آمار رو به رشد مرگ و میر و مبتلایان به ویروس کرونا که امروز شاهد آن هستیم در نتیجه سانسور رسانه ها و برخورد های قهرامیز دولت چین با امثال دکتر لی است. متاسفانه از همان روزهای اولیه شیوع این بیماری و لزوم مراقبت از مرزهای ورودی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیمسئولیتی و بیتعهدی به این مسئله پرداخته است تصاویر و فیلم های منتشر شده در تلویزیون نظام از نحوه معاینه مسافران، گزارش های منتشر شده در رسانه های نوشداری، همچنین گفته های مسافرانی که از چین آمده اند شاهدی بر این مده است. حضور غیرهرفی و مبتدیانه پرسنل وزارت بهداشت در فرودگاه ها، عدم قرنطینه مسافران آمده از چین و از همه مهمتر باز نگه داشتن خط پروازی با چین ریسک ورود ویروس کرونا را بسیار افزایش داده است. تا جایی که اخباری تایید نشده از موارد ابتلا به کرونا در برخی استانها به گوش می رسند. روزنامه شرق در گزارش روز دوشنبه 14 بهمن ماه جاری از ورود روزانه هزار مسافر مستعد کرونا از چین به تهران خبر داد. در این گزارش ضمن ابراز نگرانی از دوره نهفتگی ویروس کرونا که بین 3 تا 14 روز است تاکید شده ممکن است تعدادی از حدود هزار مسافر ورودی روزانه در لحظه ورود به ایران به این ویروس مبتلا ولی در مرحله نهفتگی باشند. به عبارت دیگر مشاهدات حاکی از آن است که مقامات رژیم ایران از می جدی برای مقابله با ورود ویروس خطرناک کرونا به جغرافی های ایران را ندارند. چنین به نظر می رسد که سران جمهوری اسلامی ایران به انتشار این ویروس در بخشایی از جغرافی های ایران به چشم یک فرصت نگاه می کنند. فرصتی که می توان افکار عمومی را برای چندین ماه درگیر کرد و اخبار کشته شدگان آبان ماه هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی و شکنجه معترضان دربند را در سایه نگه داشت و صد البته بسیاری از مانورهای سیاسی و اقتصادی دیگر را نیز میتوان ترتیب داد اگر سران جمهوری اسلامی ایران چنین قصدی داشته باشند فاجعه بسیار بزرگی ملت های ساکن در ایران را تهدید می کند. با توجه به فقر موجود در جامعه، کمبود مراکز درمانی و وضعیت نابسامان بیمارستان های ایران، آمار تلفات انسانی بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که خامنه ای و فرماندهان اطرافش پیش بینی می کند. از آنجا که جان انسان ها برای سردمداران رژیم ایران اهمیتی ندارد، وجود این نوع نگاه ابزاری به ویروس کرونا در بین آنها دور از ذهن نیست. بنابراین مسئولیت این فاجعه احتمالی متوجه جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن است. نکته ای که مدیران و فرماندهان رد میانی رژیم نباید فراموش نمایند این است که آنان و خانواده هایشان نیز میتوانند قربانی این فرصت طلبی گردند. فرصت طلبی که به درستی میتوان آن را معادل حمله بیولوژیکی به ملت ساکن در ایران دانست. از این رو همه ای آن کسانی که امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به بیماری کرونا را دارند، موظف هستند تا به هر طریق ممکن آن را منتشر و یا به نحوی افشا کنند. هر گونه سهلنگاری در این زمینه به مسابه همکاری با برنامه های کشتار جمعی رژیم به شمار می رود. برای مقابله با این ویروس خطرناک، بهترین راه دقت داشتن به توصیه های تخصصی پزشکان است. با امید به پایان یافتن این بیماری، برای همه شما آرزوی صحت و سلامتی داریم.